روسیه میگوید آماده کمک به حل بحران قطر با چهار کشور عرب دیگر است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این آمادگی را منوط به آغاز مذاکرات رودررو رو میان قطر از یک سو و عربستان، بحرین، امارات متحده عربی و مصر از سوی دیگر کرده است. اما همتای قطری او میگوید نشانی از اینکه آن چهار کشور تمایلی به مذاکره داشته باشند ندیده است. به نظر نمی رسد سفر اخیر آقای لاوروف به کویت، امارات متحده عربی و قطر راه گوشا بوده باشد. همکارم گیتا آریان گزارش می دهد. وزیر خارجه روسیه چهارشنبه با همتای قطری خود در دوهه ملاقات کرد. <applause> در دیدار با امیر کویت از تلاش های میانجیگرانه آن کشور اعلام حمایت کردم اگر طرف های مناقشه فکر می کنند که مفید خواهد بود ما هم آماده ایم به این تلاش ها کمک کنیم خاور میانه دستخوش مشکلات عدیده است داعش در عراق و سوریه جنگ داخلی سوریه جنگ داخلی یمن مشکلات اسرائیل با حزب الله لبنان و نقش جمهوری اسلامی ایران در همه این موارد به علاوه برنامه موشکی ایران که اساس تنشی دیگر با دولت جدید آمریکا شده است. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای قطری گفت نباید به این مسائل افزود و منافع روسیه ایجاب میکند اتحاد کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس حفظ شود. ما میخواهیم شورای همکاری خلیج فارس متحد قوی و در موقعیتی باشد که بتواند مشکلات منطقی را حل کند مشکلاتی که به خودی خود بیشمارند وزیر خارجه قطر تکرار کرد که کشورش از ابتدا آماده گفتگو بوده اما بلوک عربی تلاشهای کویت را بی پاسخ گذاشته است سفیر امارات در واشنگتن گفته است که کشورش و دیگر کشورهای محاصره کننده مخالفتی با گفتگوی بدون شرط ندارند پس چرا کسی دعوت به مذاکره نمی کند؟ ما زیاد گفته های این کشورها را جدی نمیگیریم زیرا حرف متناقض زیاد گفتند وزیر خارجه روسیه گفت تا چند روز دیگر برای رایزنی بیشتر به عربستان سعودی و اردن خواهد رفت وزیر خارجه قطر با استدلال اینکه دیگر کشورش نمیتواند برای حل مسائل اقتصادی و تأمین مواد غذایی روی کشورهای همسایهاش حساب کند سخن از افزایش روابط تجاری با روسیه کرد عربستان مصر بحرین و امارات دو ماه پیش قطر را متهم کردند که از گروههای تروریستی در منطقه حمایت میکند قطر اتهام را رد میکند آن چهار کشور قطر را تحت محاصره اقتصادی قرار دادند و کلیه روابط ترابری با آن کشور را قطع کردند. دولت قطر برای تأمین مواد غذایی به ایران و ترکیه روی آورد و برای وارد کردن مواد و مصالح ساختمانی لازم برای تکمیل پروژه های مربوط به مسابقات جام جهانی فوتبال به عمان روی آورد. میزبانی این مسابقات در سال 2022 یکی از استراتژی‌های است برای مطرح کردن بیشتر قطر در سطح جهانی گیتارین صدای آمریکا